خیز اسرائیل برای حمله تمام عیار به رفح. با گذشت بیش از 5 ماه از جنگ خونین میان حماس و اسرائیل، هم اکنون دفتر نخست وزیری بنیامین نتانیاهو طرح حمله به شهر مرزی رفح، آخرین سنگرگاه در نوار غزه را تصویب کرد. شورای فرماندهی جنگ نیز طرح ارتش برای حمله به رفح را تایید کرده است. بنیامین نتانیاهو در این خصوص پیشتر گفته بود اسرائیل کار را در رفح تمام خواهد کرد. ما نمی توانیم از یک حمله بزرگ در رفح حمایت کنیم. اگر طرحی قابل اجرا و معتبر برای مراقبت از بیش از 1 میلیون نفر در رفح نباشد، همانطور که گفتیم یک فاجعه اتفاق خواهد افتاد. بنابراین ما به گفتگو با اسرائیلی ها در این مورد ادامه خواهیم داد. دولت و ارتش اسرائیل همچنان جزئیات دقیق از نحوه خروج و اسکان بیش از 1 میلیون آواره ساکن رفح را ارائه نکردند. البته دولت اسرائیل میگوید همزمان به تلاش‌ها برای برقراری آتش بس امیدوار و پایبند است. از همین رو هیئتی اسرائیلی برای ادامه مذاکرات آتش بس مجدداً عازم قطر خواهند شد. محجوب زویری، مدیر مرکز مطالعات خلیج فارس در دانشگاه قطر به رسانه‌ها گفته نتانیاهو احتمالاً به 3 دلیل مجبور به اعزام تیمی از مذاکره کنندگان به قطر شده است. به باور این استاد دانشگاه، شکاف عمیق میان بنیامین نتانیاهو با دیگر اعضای کابینه جنگ از جمله بنی گنتس و یواف گالانت وزیر دفاع از یک طرف، فشارهای بین‌المللی به دلیل وخامت بحران انسانی در غزه در طرف دیگر و در نهایت رویکرد اخیر دولت آمریکا توأم با انتقادات روزافزون از دولت اسرائیل، بنیامین نتانیاهو را مجبور به تن دادن به مذاکره با حماس کرده. با اینکه ایالات متحده نزدیکترین متحد اسرائیل محسوب می شود و جو بایدن نیز علارغم تمایز جناحی با بیبی نتانیاهو از او به عنوان دوستی نزدیک یاد می کند، اما در روزهای گذشته انتقادات کم سابقه ای از سوی واشنگتن متوجه دولت نتانیاهو شده. در مهمترین رویداد، چاک شومر، رهبر اکثریت مجلس سنا و بالاترین مقام منتخب یهودی ایالات متحده، روز پنجشنبه با انتقادی تند از بنیامین نتانیاهو گفت که سیاست‌های او به جایگاه بین‌المللی اسرائیل آسیب می‌رساند. شومر در ادامه خواستار برگزاری انتخابات در اسرائیل و جایگزینی جدید برای بنیامین نتانیاهو شد. جو بایدن نیز با تمجید از سخنرانی چاک شومر، فشار عمومی را بر نتانیاهو افزایش داد. رئیس جمهور آمریکا گفت چاک شومر سخنرانی خوبی داشت و نگرانی‌های جدی بسیاری از آمریکایی‌ها را ابراز کرد. حزب لیکود به ریاست نتانیاهو متقابلاً به اظهارات چاک شومر و جو بایدن واکنش نشان داد. واکنشی که به تنش دیپلماتیک جدیدی در روابط آمریکا و اسرائیل دامن زده است. در بخشی از این واکنش آمده اسرائیل کشوری مستقل و دموکراتیک است و نخست وزیر نتانیاهو با انتخاب مردم سر کار آمده است و مردم اسرائیل از پیروزی کامل بر حماس حمایت می کنند. بهنود نورپناه، لندن.